درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در سه‌شنبه 28 آبان ماه 19 نوامبر نگاهی داریم به ورزش در ایران، چالش‌های وزیر جدید. انقلاب شکوهمند اسلامی با آشنایی با اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه به عضویت انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه تربیت معلم در آمدم و با پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت در سپاه پاسداران به عنوان سربازی از سربازان انقلاب وارد عرصه خدمت شدم. همزمان حضور در جبهه ها و عملیات های مختلف را تجربه کردم و هنوز نیز خود را در حوزه‌های علمی و فرهنگی سربازی کوچک برای ایران عزیز و اسلام عزیزتر از جان می‌دانم. همواره در خط امام و رهبری بوده و ولایت فقیه را رکن رکین انقلاب و نظام دانسته و کوچکترین عدول از این خط را نیز انحراف می‌دانم. هویت یابی جوانان بر اساس هویت اسلامی ایرانی این یک راهبرد اقدام این هست: نشر فرهنگ و معارف قرآنی در بین جوانان و ترویج فرهنگ نماز، بهره‌مندی از ظرفیت‌های فرهنگی مراجع تقلید و علمای حوزوی در ساماندهی امور جوانان، توسعه اخلاق مداری و نگاه فرهنگی به مقوله ورزش و توجه به 14 رهنمود اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیشگیری از سوء استفاده های سیاسی و اقتصادی در ورزش ایران، استفاده مطلوب و شایسته از ظرفیت پهلوانان کشور به عنوان الگوهای اخلاقی. واقعیت این است که 3 ماه سرنوشت ساز از دست رفته است و باید از زمان باقی مانده حد اکثر استفاده را کرد. محمود گودرزی وزیر جدید ورزش و جوانان در نخستین روز کاری خود در ساختمان شماره 1 وزارت ورزش و جوانان این سخنان را با تاکید بر مدیریت زمان برای رشته های مدال‌آور در بازی های آسیایی، جهانی و جام جهانی فوتبال گفت. گودرزی گفت ساختار وزارت ورزش و جوانان مشکلی ندارد، ولی باید برای موازی‌کاری هایی که میان این وزارتخانه با 23 ارگان فعال در 2 بخش ورزش و جوانان وجود دارد فکری کرد. محمود گودرزی همچنین در خصوص مشکلات مالی فدراسیون های ورزشی یادآوری کرد تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا با تزریق بودجه شرایط را برای فدراسیون ها تسهیل کنیم. محسن صفایی فراهانی رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران در گفتگوی با ایلنا با اشاره به انتخاب وزیر جدید ورزش گفت نگرانی من شخص نیست، چون آدم که مشکل گشا نیست، بلکه آدم وسیله‌ای برای تحقق برنامه هاست و نگرانی من برنامه است. فراهانی تاکید کرد ما در ورزش پایه و همچنین برای ورزش دبستان ها و دبیرستان ها و دانشگاه ها چه برنامه‌ای داریم و چه روی کردی برای بخش خصوصی داریم. باید گسترش ورزش ما به اندازه آموزش و پرورش و دانشگاه باشد تا نسل جدید ما از ورزش برخوردار باشد، که این امر فقط به دست بخش خصوصی امکان پذیر است. گودرزی دوشنبه تاکید کرده بود سیاه نمایی پیرامون حواشی ورزش صدمات جبران ناپذیری را بر ورزش وارد می کند و من بر این باورم در این حوزه برخورد انتظامی و قهری پاسخگو نیست. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم آیا محمود گودرزی وزیر جدید ورزش و جوانان ایران توان مقابله با نفوذ سپاهیان در ورزش رو دارد؟ همطور که میبینید اکثریت کاربران فیسبوک افق گزینه خیر رو انتخاب کردن. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم میتونید با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاه بیاندازیم در 7 پرده به کشاکش دولت و مجلس بر سر رأی اعتماد به وزیر ورزش و جوانان. ما
مجلس ایران به مسعود سلطانی فر، چهره نزدیک به اصلاح طلبان و وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان، رأی اعتماد نداد. حسین گروسی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس، با یادآوری عدم رأی اعتماد به مسعود سلطانی فر، وزیر پیشنهادی وزارت ورزش، گفت انتظار ما این است که دکتر روحانی برای انتخاب وزیر ورزش و امور جوانان نظر جامعه هدف، پیشکسوتان و تمام کسانی که در این زمینه دستی بر آتش دارند را جویا شود. مجلس به صالحی امیری، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان، رأی اعتماد نداد. محمد شریعت مداری، معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران، با حفظ سمت و با حکم حسن روحانی، سرپرست وزارت ورزش و جوانان شد. علی محمد بزرگواری، نماینده اصولگرای مجلس: مجلس با اصلاح طلبی صالحی امیری مشکلی نداشت. ملاک برای مجلس این است که افراد معرفی شده برای تصدی مسند وزارت، خط قرمزها از جمله محکوم کردن فتنه را مراعات کنند. آرای عرض شده 253 رأی، آرای موافق 124 رأی، آرای مخالف 107 رأی و آرای ممتنع 22 رأی. بنابراین مجلس به جناب آقای سجادی به عنوان وزیر ورزش و جوانان رأی اعتماد نداد. مجلس به نصرالله سجادی، سومین گزینه وزارت ورزش، رأی اعتماد نداد. محمود گودرزی، چهارمین گزینه وزارت ورزش، از مجلس رأی اعتماد گرفت. فرد صاحب نظر متخصص مدیری را برای این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است. جناب آقای دکتر محمود گودرزی. خب، مهمان های امشب افق خانم سلماز شریف، روزنامه‌نگار که از نیویورک با ما هستند، آقای محمود ابراهیم‌زاده، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، در استودیوی صدای آمریکا با ما هستند، و آقای کامران رهبری، نایب رئیس پیشین فدراسیون هندبال ایران و کارشناس ورزشی، که از استودیوی صدای آمریکا در لندن به ما میپیوندند. به همه شما درود میگیم. به افق خوش آمدید. آقای رهبری، زمانی که رأی اعتماد، در واقع این پروسه طولانی رأی اعتماد به کابینه در واقع در حوزه وزیر ورزش انجام میگرفت و آقای سجادی رو رأی اعتماد بهش ندادن، شما در مصاحبه با صدای آمریکا با همکارم آقای امادی گفتید که اگر آقای گودرزی انتخاب بشه و رأی اعتماد بگیره، این یک فاجعه است برای ورزش. بفرمایید که الان هم همین باور رو دارین؟ اگر اینطوره چرا؟ با عرض سلام خدمت شما و دو تا مهمان خوبه برنامه تو، همچنین ملت خوبه ایران. خب قطعا من برای این باور هستم که ورزش ایران پتانسیل های بسیار زیادی داره و به همین خاطر هست که من آقای گودرزی یک فرد ستادی و کسی میدونم که میتونه راهگشای مسائل علمی در کشور ما باشه. اما با توجه به اینکه خب از نزدیک با شاخصه های مختلف ورزش قهرمانی، ورزش همگانی و خصوصا در کنار اینا حضور بانوان و همچنین وزارتخونه های مختلفی که درگیر ورزش در کشورمون هستن و این موازی کاری هایی که خودشون هم امروز در خبری که شما هم اعلام کردن، موازی کاری ها باعث شده که آقای گودرزی در اندازه‌ای به نظر من از لحاظ ساختاری نیست که بتونه نیروهای ورزشی رو در کنار خودش جمع بکنه و باعث این بشه که این وزارتخونه ای که همکنون نوپاس و تازه شکل گرفته و ساختار این وزارتخونه هنوز نوپاس، برای اینکه بتونه این مسائل جمع بندی برسونه و در کنار این
میخوام این نکته را عرض بکنم که وزارت ورزش و جوانان و وزارت خونه‌ای هست که وزیرش باید حداقل اگر در سطح رئیس جمهور نباشه باید در سطح حداقل معاون رئیس جمهور باشه، چون درگیر با تمام ارگان‌های مختلف هست و یک فرد قدرتمند اجرایی میطلبه که بتونه این فاکتورهای خوب کنار همدیگه قرار بده و این نیروها رو بتونه با همدیگه آشنا بکنه و مدیریت بکنه، چون وزیر ورزش و جوانان باید همزمان هم پاسخگوی مجلس باشه هم همزمان پاسخگوی مردم باشه و در کنار این بتونه نیازهای رئیس جمهور و کابینه رو به دست بیاره. به همین خاطر هست به نظر من آقای گودرزی از شرایط این برخوردار نیست که بتونه این شرایط لازم رو داشته باشه که مدیریت ورزش و جوانان همزمان کنار همدیگه داشته باشه. همچنین که شما میبینید در کارنامه آقای گودرزی خب سوابق درخشانی هم هست، اما نه برای وزارت ورزش و جوانان. ایتون میتونست منشأ خدماتی باشه در وزارت علوم تحقیقات فناوری، حتی در وزارت آموزش پرورش، و به همین خاطر من اعلام کردم اگه آقای گودرزی واقعا رأی اعتماد و از مجلس بگیره خب این یک فاجعه بزرگتر هست برای ورزش، همینجوری که امروز آقای صفی فرهانی هم اعلام کردن که یه فرد نمیتونه مشکل گشا باشه، مشکل ما این هست که با برنامه هست. پس من برعکس آقای صفی فرهانی به این نکته میخوام اشاره بکنم، وقتی که ما ساختار ورزشمون بیمار هست و برنامه اصولی برای اجرای ورزش در کشور نداریم، وقتی که میبینیم یک مدیری به این شکل وارد حوزه ورزش میشه و به عنوان چهارمین فردی که از سوی آقای دولت روحانی معرفی میشه، خب مسلما اینا میخواستن مجلسی ها یک پانی دادن که هم خب اگر رأی اعتماد به آقای گودرزی نمیدادن مسلما حکم حکومتی میتونست کارساز باشه، و به همین دلیل مجلسی ها اومدن گفتن خب حالا که ما تصویه حساب اصلیمون رو با آقای نصر سجادی انجام دادیم به گزینه آقای گودرزی به راحتی رأی اعتماد دادن. و من این نکته رو در برنامه شما هم عرض بکنم که آقای گودرزی دوام نخواهند آورد در وزارت ورزش جوانان و این میتونه مشکل بر مشکلات دیگه ورزش کشورمون بیشتر هم بیفزه. بسیار خب، حالا صحبت میکنیم که اگه آقای گودرزی دوام نیاره چه تبعاتی خواهد داشت. آقای ابراهیم زاده، عده اعتقاد دارن که صرف نظر از نقدهایی که به آقای گودرزی وارده و الان شنیدیم بخش از اون نقدها رو آقای رهبری گفتن، نفس این که یک فرد ورزشی با سابقه ورزشی و با سابقه علمی در حوزه ورزش دانشگاهی ریاست ورزش وزارت ورزش گرفته، خود این یه پدیده مثبت. اگر یک فرد سیاسی رو به جهت اینکه فکر می‌کردن ظاهرا میتونه مدیریت بکنه که حالا بماند مدیریت او هم چقدر میتونست موثر باشه، نفس این عمل رو برش ایده حمایت میکنن. شما فکر میکنید که حضور آقای گودرزی در وزارت ورزش فاجعه است یا طور دیگه نگاه میکنید؟ با سلام خدمت شما و مهمونای عزیز آقای رهبری و خانم شریف و همینجور کلیه مردم ایران، به خصوص بیننده‌های برنامه شما در خارج از کشور و داخل کشور. حقیقتش من بخوام بگم در رابطه با آقای گودرزی، من فکر می‌کنم که قدرت تحلیل و تجزیه مسائل سیاسی و مواردی که اونجا پیش میاد که چجوری این انتخاب میشه و چجوری اون یکی دیگه خط میخوره، شاید بهتر باشه چیز نکنم، قدرتش نداشته باشم اینو بگم و اونقدر شناختی ازشون نداشته باشم، ولی میدونم که تا بوده نبوده در ورزش ما، نه فقط در ورزش، در کلی مسائل ما، انتخاباتی که انجام میگیره بیشتر بر اساس رابطه بوده و ضابطه‌ای وجود نداشته و بر اساس شایسته سالاری نبوده. حالا سالهای سال در ورزش ما که بخوایم الان ازش صحبت بکنیم، جایگاهی برای افرادی که با تخصص و علم ورزشی داشتن وجود نداشته. شما توجه بکنید به از 30 سال گذشته تا به امروز، از زمانی که آقای مصطفی داوودی سرپرست ورزش شد تا به امروز، تو این 30 سال مقدار زیادی از ناهنجاری ها، ناملایمات و مشکلات زیادی در ورزش ایران به وجود اومد. متاسفانه افرادی که کار بلد نبودن، غیر تخصصی و غیر علمی، به نوعی در ورزش رخنه کردن، اونقدر رخنه کردن که به تار و پود ورزش ریشه کردن دیگه. الان این جسد ورزش ایران یک جسد نیمه مرده است، من میتونم بگم در کماست. حالا چه جوری بخوان اینو آقای گودرزی یا هر کسی دیگه بخواد بیاد اینو زنده بکنه، باید یا عصای موسی داشته باشه یا نفس عیسی. خب حالا این ورزشی هم که در حال حاضر ما داریم، با توجه به این مشکلاتی که داره، بی برنامه بوده، بدون هیچ ساختار زیربنایی، همه چیز روبنایی بوده، و متاسفانه پست وزارت ورزش، هرچند که
میگن خب این پست کوچیکیه ولی خیلی پست خیلی بزرگ مهمی است. همونجور که آقای رهبری هم اشاره کردن با کلیه وزارتخونه باید در ارتباط باشه، قدرت اینو داشته باشه که بتونه مسائل ورزشی رو دیکته بکنه و بتونه از امکاناتشون استفاده بکنه، امکانات برای ورزش به وجود بیاره. ولی دیدگاه کسانی که در رأس ورزش هستن متاسفانه یک دیدگاه علمی نیست، با یک دیدگاه تخصصی به این ورزش نگاه نمی کنن. شما اگر توجه داشته باشین در هر دهکوره یا در هر شهر استان کشورهای پیشرفته مترقی آمریکا، اروپا یا جای دیگه سر بزنید میبینید که ورزش یک علم، یک تخصص در آموزش پرورش از دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها کلیه امکانات ورزشی براشون به وجود میارن، استعدادیابی، پرورش اونها و مربی‌ها و معلمین ورزشی که در اختیار دانش آموزا میذارن. چرا؟ چون میگن این تخصص علمه. و در صورتی که در مملکت ما تا بوده نبوده، ورزش یک زنگ تفریح بوده برای دانش آموز و یک زنگ استراحت بوده برای معلم. یک معلم ورزش بوده با صد رشته ورزشی، در صورتی که یک دبیرستان در هر جای دنیا که میریم، در کشور پیشرفته ورزشی که میریم، میبینیم تا هر رشته یک مربی متخصص خاص خودش داره، بسکتبال، والیبال. اینه که اینها میان قهرمان میشن، اینه اینا که میان تمام مدالای المپیک رو درو میکنن. پس در واقع صرف نظر از اون تعجبی که برای شما داشتید نسبت به صحبتایی که آقای گودرزی در مورد رکن رکین نظام و 14 رهن مورد رهبر جمهوری اسلامی و بحث دیگری که دلوقتي. فرهنگ نماز رو در میان جوانان ورزشی، حرفا که خب بعضیش برش ممکنه دیگه هم نقدی هم بهش نداشته باشن، ولی تعجب شما رو به شکلی برانگیخته بود. اساسا در مورد اینکه یک فردی که اشراف علمی داره به ورزش، ریاست وزارت ورزش داشته باشه، این فکر می‌کنید پدیده مثبتی است؟ من جواب شما رو نمیتونم بگم آره یا نه، ولی واقعیت اینه که در 30 سال گذشته به دلیل اینکه افراد که علم ورزشی نداشتن و ورزشی نبودن، فرهنگ ورزش مملکت ما خود به خود رو به نابودی کشوندن. من توقع داشتم کسی که میاد وزیر ورزش میشه در فرهنگ ورزش کوشا باشه، سعی کنه فرهنگ ورزش رو به میون جامعه بیاره و این ورزش همگانی که صحبتش میکنن باید به نوعی به مردم تزریق بشه، باید به نوعی در جامعه تشریع بشه و ترویج داده بشه. ولی وقتی کسی صحبت از هر فرهنگی کردن ولی یک بار در رابطه با فرهنگ ورزش، چجوری فرهنگ ورزش رو در جامعه باید بستش بدیم و باید ترویج بدیم، نمیکنه و طبیعتاً مسائل اعتقادی خاص خودشو برتره و بیشتر ترجیح میده تا فرهنگ ورزش. و متاسفانه اینه که باعث شده ما ورزش ما در حال حاضر به دلیل عدم داشتن برنامه ریزی و در کمک به فرهنگ سازی در ورزش، باعث شده که در نه فقط در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا، نه فقط قابل مقایسه نباشیم با کشورهای پیشرفته علمی ورزشی، حتی در جهان سوم به یک جایگاه دست دوم در جهان سوم داشته باشیم. اینم البته توضیح بدم که در حالی که صحبت میکنیم بازی ایران و لبنان ادامه داره. در طول برنامه اشاره خواهیم کرد که تا الان ایران 2-0 از لبنان در پیش است. اگر این نتیجه بماند با همین شرایط و حالا در حتی یک مساوی، دیگه صعود ایران به جام ملت‌های آسیا قطعی خواهد شد و بیشتر صحبت خواهیم کرد در این ارتباط. ولی بخش از صحبت‌های آقای گودرزی رو درباره ورزش زنان با هم بشنویم. راهبرد دیگر ورزش بانوان هست. به عنوان 50%، بیش از 50% جمعیت کشور که گروه هدف آن نیمی از جمعیت کشور است را شامل می شود، سلامت جامعه طبعاً و یقیناً در گروه توجه به آن است، از دیگر اولویت‌هایی است که در اهداف و برنامه‌های این جانب لحاظ شده و توجه جدی شده است که ذیل اون داریم ساخت و توسعه اماکن ورزشی، توسعه متوازن، دغدغه‌ای که نمایندگان محترم داشتند در اقصی نقاط کشور، توسعه متوازن اماکن با توجه به شاخص‌های جنسیتی و عدالت جغرافیایی. خب یک اشاره هم بکنم که بازی ایران و لبنان 3-0 شده تا این لحظه، احتمالاً خب اگه وضعیت احتمال قوی به همین نتیجه شاید پایان پیدا بکنه با توجه به وقت محدودی هم که به پایان بازی مونده. خانم شریف، صحبت‌های وزیر جدید ورزش و جوانان رو شنیدید، آیا برنامه خاصی شما دیدید از سوی آقای گودرزی؟ صحبت از ضعف برنامه شد،
در حوزه ورزش زنان. مهمترین چالش پیش روی وزیر جدید به نظر شما در مورد برداشتن موانع متعددی که در ورزش زنان وجود داره چه هست؟ صحبت کرده بودن از اینکه معاونت زنان برای وزارت ورزش تعیین بکنه. آیا فکر میکنید آقای گودرزی به اون سمت حرکت خواهد کرد؟ حالا آقای گودرزی که تازه فعلا اومدن، این خورده زمان نیازه ببینیم که آیا صحبت هایی که میکنن در حد صحبت هست یا واقعا عمل کننده. من به شخصه فکر میکنم به دلیل اینکه آقای گودرزی خودشون از خانواده ورزش هستن، شاید تمایل بیشتری داشته باشن نسبت به توسعه ورزش زنان. چیزی که نگرانم میکنه اینکه ورزش زنان لزوما ورزشی 100% نیست و خیلی مسائل سیاسی هم درگیرش هستش. ایشون شاید اون قضیه رو ندونه و اونجا یه خورده دچار مشکل بشه، ولی امیدی که دارم این که ورزش زنان در ایران یه بخش داخلی داره ولی یه بخش خارجی بسیار بزرگی داره که اون بخش خارجیش مهمتر از بخش داخلی هستش و با توجه به رویکردی که دولت آقای روحانی داره برای جلب توجه افکار عمومی جهانی و بهبود چهره ایران در مجامع بین المللی، نظر مثبت‌تری وجود داشته باشه نسبت به ورزش زنان نسبت به دو دوره قبلی ریاست جمهوری. این امید وجود داره. مثلا آقای سپلاتر تازگی ایران بودن و صحبتی که با آقای روحانی داشتن در واقع به بحث ورزش زنان تایید کردن. به نظر من نقطه مهم و کلیدی ورزش زنان در دولت آقای روحانی همین بخش فشارهای جهانی خواهد بود، ولی این فشارهای جهانی تا حالا وجود داشته. چیزی که نیاز داره فشارهای داخلی هم هست. راجع معاونت ورزش زنان، زن بودنش به نظر من مهم نیست، تفکر است که مهمه. مثلا با خانم اکبرآبادی رو داریم، مرزی اکبرآبادی یک خانم هستن، یک زن هستن، ولی بلاهایی که ایشون سر ورزش زنان اینجا میاره ما تانه نداشتیم که یک مرد این کار رو بکنه. اون تفکر مهم هست، نه لزوماً جنسیت. خانم شریف، صحبت از آقای سپلاتر کردید و سفرشون به تهران. بخشی از صحبت‌های آقای بلاتر رو در ایران در اون کنفرانس خبری که دارن بشنویم در پاسخ به خبرنگاری که در مورد ورزش زنان و فوتبال زنان صحبت می‌کنه. آقای بلاتر، شما از حمایتتون از فوتبال بانوان گفتید. برنامه برای تلطیف کردن قوانین به نفع زنان مسلمان دارید یا اینکه خیر باید خود فدراسیون‌ها پیشنهاد دهنده باشن؟ Listen, the problem of headscarf or مسئله روسری یا حجاب رو که مطرح می‌کنید، همونطور که اشاره کردم در جلسه 28 فوریه بورد بین‌المللی فوتبال مطرح خواهد شد. بحثی در مورد محدودیت نیست، بحثی این هستش که در بورد بین‌المللی هم مورد تایید قرار بگیره. در مورد IOC که اشاره فرمودید، اساسنامه‌ها و قوانین فدراسیون فوتبال کاملا مستقل از IOC است. وقتی که صحبت از برگزاری المپیک است، تمام رشته ها تحت قوانین IOC برگزار میشه، ولی در رشته فوتبال استقلال اساسنامه و قوانین فیفا کاملا قطعی است. و همونطور که پیش از این هم عرض کردم، جلسه ای که با خانم دکتر ابتکار داشتیم، این مسئله مطرح شد که فوتبال باید استقلال خودش رو داشته باشه، ولی در این حال نمیتونه کاملا جدا و بی توجه به قوانین داخلی و فرهنگی کشور مربوطه باشه. خانم شریف، بشنویم نظر شما رو در مورد اون چه که مطرح شد، چه بحث حجاب و کمکی که گفتید سفر آقای بلاتر این فشارهای خارجی میتونه به شکلی انجام بده. اگر میشه کوتاه هم یک اشاره بفرمایید در مورد اینکه چه درصدی، چه سهمی از بودجه وزارت ورزش به ورزش زنان اختصاص داره؟ درصد بودجه رو متاسفانه نمیدونم، ولی به تازگی نایب رئیس بخش بانوان هندبال در واقع مصاحبه‌ای داشتن و درخواست کردن که یک بودجه مشخصی برای ورزش زنان در نظر گرفته شد. حالا این آیا در اون فدراسیونی هستش یا در کل مجموعه بخش ورزشی هست، سازمان ورزش و جوانان هستش؟ اگه یه همچی چیزی صحت داشته باشه که واقعا هیچ بودجه‌ای برای زنان در نظر گرفته نشده، 100% نیاز به اصلاح داره. راجع به حالا این رو اگه بخوام
در واقع گره بزنم به بحث سپلاتر، میخوام به موضوع اشاره بکنم. خانم تنین نراقی یکی از فوتبالیستای تیم ملی فوتبال ایران هستن، در واقع مهاجم هستن، مصاحبه ای رو داشتن و راجع به وضعیت خوابگاه های ورزش زنان و امکانات بسیار ضعیفی که وجود داره گله کردن اینجا و ایشون محروم شدن از بازی، محروم شدن، 200,000 تومان هم جریمه شدن. حالا چقدر این خانم درآمد داره از فوتبال او که بخواد حالا 200,000 تومان هم جریمش رو بده یه مسئله. این که چرا اصلا یک بازیکن حرفه‌ای باید برای مصاحبه جریمه بشه و محروم بشه و چرا این اتفاق برای آقایون نمیفته؟ برنامه 90 هر هفته داره کلی مصاحبه های انتقادی میکنه ولی چرا کسی به اونا چیزی نمیگه ولی برای خانم ها محرومیت وجود داره که اصلا کلا بحث آزادی بیان رو به سوال میبره. حالا نه اینکه ما خیلی آزادی بیان داریم اینجا. و بحث سومش این هستش که همین خانم نراقی و یا سایر ورزشکارا میتونن به مجامع بین المللی انتقاداتشون رو مطرح بکنن. به نظر من آقای سپلاتر همون جوری هم که گفتن بحث رو باز گذاشتن و دارن تلاش میکنن که با مسئله حجاب برای کشورهای مسلمان کنار بیان. ایران هم باید یه خورده همکاری نشون بده. مثلا ما دوره قبلی این همکاری رو از طرف ایران نداشت. پیشنهادی که دولت ایران داده بود فیفا قبول کرده بودش ولی موقع مسابقه اون چیزی رو که توافق شده بود انجام ندادن. بعدا همین کاسه کدار هم سر فیفا میخواستن بشمارن که اونا این کار رو انجام دادن. اسمش روشه، تعامل دو طرف است. یعنی باید هر دو طرف یک قدمی رو بردارن از یک خواسته هم کوتاه بیان. حالا من متوجه هستم که در ایران مسائل مذهب هم هستش و این دخیله، ولی چیزی که بسیار مهمه این که واقعیت اینه در منطقه خاورمیانه ایران سردمدار هستش. وضعیت زنان ایران و وضعیت ورزش زنان ایران سردمدار هستش و این کاری رو که انجام بده، هر گونه توافقی رو که با مجامع بین‌المللی داشته باشه، فقط برای ایرانی، برای سایر کشورهای مسلمان هم هست. بسیار خوب خانم شهر، به شما برمیگردیم. فقط اشاره کنم که بازی ایران و لبنان 4-0 ایران جلو هست. این رو یادآوری بکنم که دو بمبگذاری انجام شد در بیروت امروز در مقابل سفارت ایران در بیروت. چندین نفر کشته شدن از جمله رایزن فرهنگی ایران آقای کیروش و آقای کفاشیان. درخواست کرده بودن بازی به تعویق بیفته و بازی در ورزشگاه خالی بدون تماشاگر برگزار میشه. بخشی از صحبت‌های آقای گودرزی رو وزیر ورزش با هم خواهیم میشین. تصاویری که میدیدید مربوط به بمب‌گذاری امروز در بیروت بود. آقای گودرزی اینجا درباره انتصاباتی که در وزارتخانه انجام خواهد داد پاسخ میده به مجلس. در همون روز رأی اعتماد ایشون رو تحت فشار گذاشتن که آیا در صورت کسب رأی اعتماد افرادی رو که رأی اعتماد نگرفتن از مجلس، افراد قبلی، کاندیدای پیشین رو به وزارتخانه آیا خواهد آورد یا نه؟ آیا وزرای پیشنهادی قبلی که رأی نیاورده اند را تحت هر عنوان در مجلس وزارتخانه مدیریتتون به کار خواهید گرفت؟ عرض می‌کنم که کسانی که تخصص ورزشی ندارند خیر و قطعاً به کار گرفته نخواهند شد. در خصوص مسائل سیاسی هم از وزارت اطلاعات استعلام رسمی شده است. بنده در هیچ گروه و دسته و حزبی عضو نبودم، نیستم و در خط امام و رهبری هستم و انشاءالله که بتوانم خدمت بکنم به اینجا. متشکرم. بشنویم آقای رهبری نظر شما رو. ایشون شنیدی صحبت های آقای گودرزی رو، گفتن من عضو هیچ حزب و دسته نیستم، در خط امام و رهبری هستم. چقدر به نظر شما آقای گودرزی توان این داره که جلوی این فساد و در واقع سوء مدیریت رو در فوتبال، در ورزش به طور کلی بگیره؟ و اون سوالی هم که ابتدای برنامه با کاربران فیسبوک افق مطرح کردیم، چقدر امید هست فردی که خودش رو به عنوان یک سپاهی معرفی کرد در ابتدای صحبتاش در مجلس، بتونه جلوی نفوذ سپاهیان رو بگیره در ورزش ایران؟ بله، به نکته خوبی اشاره کردید. من به این نکته اشاره بکنم که آقای گودرزی مشکلات بسیار بسیار زیادی در پیش رو داره. تنها به تنهایی اصلا سکاندار
ورزشی شدن که به قول یارو گفتنی اومدن که این ورزش به گل نشسته رو بخوان اصلا نجات بدن، اصلا مشکلات خیلی زیادی وجود داره. شما هم مکنون اگر دقت کرده باشید کمیته ملی المپیک ایران در آستانه انتخاباتش هست و همچنین 17 فدراسیون ورزشی ما بدون سرپرست، 46 تا کرسی بین‌المللی ما در سطح فدراسیون‌های مختلف از دست دادیم به خاطر همین مسائلی که وجود داشت و لجبازی‌هایی که مدیران سابق با ورزشی‌ها انجام دادن در فدراسیون‌های مختلف. بازی‌های آسیایی در پیش رو داریم، جام ملت‌های آسیا، ایشون باید 32 تا مدیر کل در سطح استانه کشور با هماهنگی همین نمایندگان مجلس و مدیران ستادیش انتخاب بکنه و همچنین این اشاره رو داشتن که در حوزه ستادی خودش از چه معاونت‌هایی می‌خوان استفاده بکنن به صورت تخصصی. خب قطعا آقای گودرزی یکی از کسانی هست که یقین بدونید که ورزشی‌هایی که همکنون جزء مدیران خوب هستن در کنار ایشون یا حضور پیدا نمی‌کنه، اگه مدیر واقعا توانمند باشه و ورزشی باشه خب خودشو در اون سطح اگر ببینه خب با ایشون همکاری نخواهد داشت. مثلا اگه حساب بکنید همین آقای نصر سجادی یا آقای امیر خادم و دوستان دیگه‌ای که در سطح یه وزارتخونه هستن خب قطعا نمیان که زیر مجموعه کسی باشن که از آزه مدیریتی در سطح خودشون قرار نده و این یکی از بزرگترین مشکلاتی که هست که آقای گودرزی باهاش دست و پنجه نرم خواهد کرد. و شما اشاره فرمودی به فوتبال. فوتبال یکی از چالش‌های بزرگ ورزش کشورمون هست و باشگاه‌های استقلال پرسپولیس، همین دوستان سپاهی به قول آقای گودرزی که اشاره کردن، دوستان ایشون و هم سنگران ایشون، ورزشی که کشورمونو به سوی بدهکاری‌های فراوان و همین فسادهای مالی. من یه اشاره کوچیکی هم به این نکته داشته باشم، خیلی از دوستان باید به این نکته توجه داشته باشن که دوستانی که به عنوان اقتصاددان یا اقتصادی وارد گود فوتبال و رشته‌های ورزشی شدن این نکته رو توجه داشته باشن. کسانی که خیر مدرسه ساز هستن یا خیر ورزشی هستن، اینا معاف از مالیات میشن، اینا نباید منتشو سر ورزش بذارن. این افراد وقتی که میان به ورزش یه پولیو تزریق بکنن، به جای اینکه مثلا 60 میلیارد تومان از سود حاصلشون رو باید به مالیات پرداخت بکنن، میان 10 میلیارد به ورزش کمک میکنن و 50 میلیارد هم سود به جیبشون میزنن و مردم ایران فکر میکنن که این افراد واقعا برای ورزش دل میسوزونن. باشگاه استقلال و پرسپولیس رو شما دقت داشته باشی، هر روز بر افزایش روزهای گذشتهشون بدهیاشون بیشتر میشه و آبرو و حیثیت شرایط بین‌المللی ما هم به هم خورده. همین آقای بلاتر وقتی که به ایران اومده میگه این باشگاه استقلال پرسپولیس شما چه باشگاهی هستن در دنیا که این همه بدهی دارن و ما اصلا در فیفا اصلا چند تا کارمند گرفتیم فقط برای ورزش ایران، اصلا فقط باید جوابگوی اعتراضات و شکایت‌های مربیان داورانی که امروز وارد کشور ما میشن همه شکایت میکنن. اصلا شما اگه دقت کردید برای یه نکته‌ای که برای من جای پرسش هست این که این تناقض اگه میشه توضیح بدید که چگونه میشه تصور کرد که اگه واقعا این همه مشکلات مالی وجود داره، این همه به بدهی و کسری وجود و فدراسیون ها نمیتونن از پس هزینه هاشون بر بیان، پس سر کله این همه آدم غیر ورزشی در ورزش ایران برای چی هست؟ برای چی به قول شما اینهایی که انگیزه های اقتصادی دارن دنبال چی هستن؟ این دو تناقض چگونه قابل توضیح هست؟ آیا تمام اون منابع داره اتلاف میشه، سوء استفاده های هنگفت صورت میگیره؟ واقعا چه جوری میشین رو توضیح داد؟ بله، من از نزدیک به این قضیه اصلا آشنا هستم. دوستان خبری ما هم در جریان این موضوع هستن. شما اگه دقت کنید یک بیزنسمن یا یک آقای سیاسی در حوزه فعالیت خودش اگه فعالیت داشته باشه، شاید 5% حوزه انتخابی خودش یا در شرایط بود کاری خودش مردم شناخت داشته باشن. همین آقای گودرزی، شما روزانه اگه حساب بکنید تمام روزنامه‌هایی که جناح راست و چپ و همه جناح‌های مختلف هستن بدون استثنا خبر ورزشی کار میکنن و شما اگه دقت کرده باشید وزیر ورزش یا رئیس فدراسیون هر روز در صفحه اول روزنامه حضور داره. خب مشخصا یک آقای سپاهی یا آقای سیاسی یا آقای اقتصادی وقتی وارد گود ورزشی میشه، یک شبه معروف میشه تو ایران و شناخته شده میشه و این بعد دیگه‌ای هست که پشت این قضیه هست و میتونه هم سود اجتماعیشو ببینه هم سود شخصیتیشو ببینه از اون قضیه و خودشونو وارد چرخه ورزش کشورمون کردن و همین باعث شده که امروز درک نکنن. شما اگه دقت بکنید یک رئیس فدراسیونی وقتی که سیاسی هست وارد این گود میشه براش مهم نیست، چون با ورزش بیگانه هست. شما نگاه کنید اگه یک ورزشکاری مثلا یه فوتبالیستی وقتی که میاد در سطح تیم‌های ملی و باشگاهیش یک سال تمرین میکنه برای اینکه حضور در مسابقات قهرمانی آسیا داشته باشه،
مدیر غیر ورزشی میاد میگه خب پول ندارم این تیم اعزام نشه، ولی نمیدونه که احساس یه جوونی که یک سال اومده تمرین کرده نزد دوستاش خانواده‌اش همه آرزوش اینه که حضور در مسابقات آسیایی داشته باشه، خیلی راحت میگه نه و غرور یه ورزشکار و از انگیزه های ورزشکار کاسته میشه و همین باعث شده که غرور ورزشی های ما و کسانی که کاربلد ورزشی هستن در خارج از گود بشینن و نگاه بکنن کسانی که میان به ورزش و این نگاه میکنن. یک بحث دیگه ای هم که شما از من سوال پرسیدید، عدم ثبات مدیریت در کشور. شما اگه دقت کنید امروز والیبال ما میاد با برزیل 3-1 میبازه، ولی با افتخار میبازه. این ثبات مدیریتی آقای داورزنی در ورزش والیبال یا بسکتبال ما روش کرده، آقای محشون یه ورزشی است یا آدم سیاسی یا آدم اقتصادی هم نیست، ولی اومده در چرخه ورزش با سیستم خودش از سیاسی ها و از اقتصاددان ها هم استفاده کرده و ورزش والیبال و بسکتبال امروز ما به چرخه خیلی خیلی خوبی هم رسیده و باعث پیشرفت شده. اما غیر اما کسانی که سیاسی هستن و اقتصاددان هستن میان از ورزش سوء استفاده های اجتماعی میکنن، نه اینکه کمک بکنن. من به عنوان یک مسئول در فدراسیون، من به عنوان یک مدیر باشگاه، کسانی که سیاسی هستن یا اقتصادی هستن اگر بیان به من نوعی کمک بکنن و ورزش کشورمون در میادین بین‌المللی و داخلی از بعد همگانی و قهرمانی رشد بکنه، دست اون آقا رو میبوسم و همه ماها به اتفاق تقدیر میکنیم از اقدام شجاعانه اون فرد یا اون شرکت یا اون الگو. ولی کسی که میاد از ورزش جنبه اجتماعیشو سوء استفاده میکنه، یه انسان سیاسی یا اون آقایی که چندین و چند شرکت داره، برای دلش برای من ورزشکار و مسئولی نمیسوزه، میاد به جای اینکه 100 میلیارد پول مالیات بده 10 میلیارد به ورزش کمک میکنه و معاف از مالیات میشه. این سوء استفاده هایی هست که پشت پرده. آقای رهبری، یک سوال من برای اینکه میخوام بحث رو با آقای ابراهیم زاده دنبال بکنیم، پاسخ خیلی کوتاه یک جمله بفرمایید برای اینکه من میخوام روشن بشه. شما اعتقاد دارید که آقای گودرزی توان این رو نداره که آقای نصرالله سجادی رو در وزارت ورزش به کار بگیره؟ همون کاری که به شکلی در وزارت علوم رخ داد، انتقال کردن، گفتن آقای فرجی دانا بعد از اون داستانی که بر سر آقای میلی منفرد و توفیقی پیش اومد، اینها رو دعوت کار کردن در معاونت های وزارت علوم. فکر میکنید آقای گودرزیشون این کاری رو در وزارت ورزش نخواهد کرد؟ قطعا آقای نصرالله سجادی به عنوان کسی که مجلسی ها هم بهش اعتقاد داشتن، ولی به خاطر مسائل سیاسی پشت پرده ای که مجلسی ها با اون مسئله ای که در وزارت علوم تحقیقات فناوری به وجود اومد، یه انتقام سیاسی از رئیس جمهور بود که رئیس جمهور هم در گفتارش برای دفاع از نصرالله سجادی اصلا به وجود دیده میشد و این باعث شد که مسلما مجلسی ها از نصرالله سجادی به عنوان گزینه ورزشی حمایت خواهند کرد که در کنار آقای گودرزی حضور داشته باشه. ولی قطعا بدونید که نصرالله سجادی و آقای گودرزی دو گزینه موازی هستند که در دانشگاه هم اختلافات شدیدتری داشتن، ولی اگر آقای گودرزی بتونه در کنار آقای نصرالله سجادی بتونه کار بکنه، آقای نصرالله سجادی گزینه خیلی خوبی هستن که در معاونت فنی فدراسیون ورزشی میتونه مؤثر باشه برای برون رفع از چالش‌های موجود در ورزش کشور و میتونه حلقه ارتباطی خوبی بین وزارت علوم، وزارت ورزش و وزارت کشور، همون کارگروهی که رئیس جمهور شخصش رئیس اون هست، باعث میشه که آقای گودرزی خورده بر مشکلاتش کمتر بشه. بسیار. ولی اگر آقای نصرالله سجادی اون شناختی که من از نزدیک از ایشون دارم در کنار آقای گودرزی بمونن، اینم میتونه یک چالش بزرگی باشه. ولی من امیدوار هستم که آقای سجادی بتونه در کنار آقای گودرزی باقی بمونه، چون آقای سجادی با توجه به شناختی که ازش دارم به این سادگی ها باج نخواهد داد با آقای گودرزی وزیر سلطه مدیریت ایشون قرار بگیره. بسیار خب، بخش از صحبت های آقای گودرزی رو در مورد گردش مالی ورزش و فوتبال با هم بشنویم و بحث رو با آقای ابراهیم زاده دنبال میکنیم. محاسباتی که ما کردیم سالانه ترنوور ورزش، ترنوور مالی در ورزش حرفه‌ای به خصوص فوتبال حدود 1200 میلیارد تومان هست. کل اعتباری هم که به سازمان تربیت بدنی داده می شود حدود 600 میلیارد تومان هست، یعنی چیزی حدود 1800 میلیارد تومان هزینه می شود برای دو مقوله، ورزش حرفه‌ای و ورزش همگانی. کل جمعیتی که از این بهره می برند به 10000 نفر نمی رسد، به عبارتی 75 میلیون نفر منتظر هستند که از این سهم بهره ای بردارند. نه اینکه بگوییم سهم اونها زیاد است کمش کنیم در سبد اینها بریزیم، بلکه درست برعکس، باید سهم کسانی که بی بهره هستند و این 75 میلیون نفر پرداخته شود. خب من میخوام بخشی از صحبت آقای غلامرضا بهروان رو هم بشنویم. آقای ابراهیم زاده رئیس
مسابقات فدراسیون فوتبال در مورد فساد در قراردادهای فوتبال صحبت میکنه. بعد من پرسش با شما در میون میذارم، صحبت های آقای بهروان رو هم با هم بشنویم. دید تیمی میاد 90 میلیون نمیدونم 80 میلیون مستنداتش هست، یعنی هر کی بخواد بیاد ما خیلی راحت میتونه اثبات کنه، میاد قرارداد میبنده بازیکن با هزار امید میبره اونجا، با هزار وعده و وعید میبره اونجا، بعد بازیکنی که 75 میلیون قرارداد بسه بهش 3 میلیون نمیدم، تازه با دعوا و چی، یا 90 میلیون قرارداد بسه 4 میلیون بهش دادن. ببینید چند درصد پولشو بهش دادن. حالا خیلی جالبه اینایی که پول نمیگیرن وقتی بخوام برنم به اینا میگن شما رضایت بود 5 میلیون بدی. این اصلا ما باید یه فکری بکنیم، همین سادگی بازیکنی که یه قرون پول ندادیم بهش، حتما بازیکن بوده که ما رفتیم دنبالش قرارداد باش بسیم، حالا که میخواد بره یه قرون پول نده میگیم 50 میلیون پول بده. شما فکر کنید همچین بازیکنه بهش پیشنهاد بدن بگن آقا تو بیا 40 میلیون بگیر یه پنالتی به ما بده، یا نمیکنن کارو؟ شاید صحبت آقای ابراهیم زاده، این پول کجا خورده میشه؟ کی این پول رو میخوره؟ تو انتقادهای زیادی بوده، مدت میگفتن بازیکنای ما میلیاردی شدن، قراردادی آنچنانی میبندن، اینا کدام یکی از اینا درسته؟ این چیزی که آقای بهرامون عنوان کرد، خب من رفتم توی ایران و خودم به عنوان مدیر فنی یک باشگاه شدم و اینو از نزدیک دیدم و لمس کردم، دیدم که چجوری وعده و وعیدهایی میدن، چجوری دروغ میگن، چجوری بازیکنها رو قرارداد باشون میبندن و بعد پولشون بهشون داده نمیشه و این جریانات که داوری رو میارن وسط پول میدن، نمیدونم بازیکن پنالتی بگیره پنالتی نده، اینو واقعیت داره. این چیزی نیست که ما بتونیم کتمانش بکنیم یا بخوایم سرپوشش بذاریم، ولی متاسفانه همه چیز برمیگرده به این که از کجا شروع شده. بازیکن خودش به خودش نمیتونه بیاد بره سراغ یک مربی آقا اینقدر به من 5 میلیون بده من یه پنالتی برات بدم، نمیاد بده. از اون بالاتریاست که در واقع اون ماهی از سر گند کردن، نیزتام از اون پایینی نیست، از اون بالایی است. وقتی که فساد در رأس مدیریت این بازی ها و باشگاه ها و کلن سازمان ورزش باشه، دیگه اون بازیکن هیچ کار است. بازیکن فقط یه عامله، بازیکن یه هنرپیشه است که میاد اونجا فوتبال بازی میکنه، چند نفر همینقدر خوشحاله که چند نفر براش دست میزنن و تشویقش میکنن، یه چند درغاز هم بهش آخر سر بهش میرسه. من فکر نمیکنم اگر عنوان کنن یه قرارداد 100 میلیونی یا یه قرارداد 1 میلیاردی کاملا اون پولو بهشون داده بشه، نه، همونجوری که آقای بهروانم گفت خیلی کم داده بهشون. کی این پول؟ بقیه پول، اکثرتون پول واقعا به جیب کی میره؟ خب معلوم نیست دست کی، دست یه نفر نیست، از اون کسی که پول وارد میکنه تو این باشگاه تا اون آخری که به بازیکن برسه همون قدش بیشتر نمیمونه که به بازیکن داده شده. این وقتی میگن فساد و این مافیایی که در فوتبال ایران هست اینه که کسی نمیدونه این پولو کی داره برمی‌داره. در فوتبال مشخصه، ولی خب در فوتبال خارج از ایران هم یه بخشی از همین مسائل فساد نه عنوان میشه. شما در فوتبال خارج از ایران هم فعالیت کردید، آشنا هستید. آیا این دو قابل مقایسه هستن، فسادی که در فوتبال خارج از ایران و داخل ایران هست؟ اینقدر فساد نیست که بگیم که 100 درصد اونا مثل اینا هستن، ولی ببین شما ببین در خارج از کشور کسانی که دستشون با پول ارتباط پیدا می‌کنه در رابطه با شرایط بازیکنه یه ایجنتشه و اون تیمی که میخواد این بازیکن رو بده به اون تیم دیگه، قرض بده یا بفروشه به اون تیم دیگه، سه نفر یا سه تا پستین چیز میکنن. ولی در ایران افرادی که اصلا به طور رسمی ایجنت نیستن، خیلی عذر میخوام من بهشون میگم دلال، دلالیسم در فوتبال ایران حکم فرماش الان حاکمیت میکنه. خب این دلالا خودشون 5-6 تا به قول آمیون بخوایم بگیم نوچه دارن. خب این به اون میگه، اون به اون میگه، از پولی که از یک باشگاه چکش میخواد صادر بشه تا برسه دست بازیکن 50-60 نفر از این دلال و کمک و دیگه رابط و فلا اینا هم از این پول میخورن و متاسفانه همچین فسادی در اروپا نیست. اگرم باشه چقدر از این مشکلی که الانی فسادی که میگه چقدر این عامل اون نکته بود که اول برنامه صحبت کردید که ایران حتی در سطح آسیا هم دیگه فوتبالش حرف اول رو نمیزنه، الان حتی در مورد بازی‌های آمادگی تدارکاتی جام جهانی صحبت کردیم، میگم توضیح بدم بازی ایران و لبنان 4-1 شدن تا الان، ایران بازی‌های ظاهرا تدارکاتیش رو بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا قرار داده، با تایلند و لبنان و اینها بازی می‌کنه،
ژاپن و کره. ژاپن با هلند چند روز پیش مساوی کردش در بازی تدارکاتی. کره جنوبی با سوئیس در واقع بازی میکنه. اینا دفتن به سراغ تیم‌های تراز اول اروپا و جهان و بازی‌های تدارکاتی تیم ملی ایران به این شکل برگزار میشه. چقدر از این سرنوشتی که الان فوتبال بهش دچار هست، میگن پول نداریم بازی تدارکاتی برگزار بکنیم، چقدر از این مشکل مربوط به همین فساده، چقدرش مربوط به عدم توانایی فردی مثل آقای کیروشه که خود شما براش برشک مدتی به عنوان آنالیزور کار میکرده؟ ببینید، خب طبیعتاً اگر این فساد نباشه اون هزینه تامین میشه، ولی در زمانی که میخوان هزینه اون کارو بدن به افرادی که دست اندر کارن و قصد سوء استفاده از این فوتبالو دارن و میخوان پول به جیب بزنن، که چیزی گیرشون نمیاد اگر بخوان هزینه کنن برای ورزش. متاسفانه ورزش فوتبال، حالا اگر من بخوام تاکید بکنم در جواب سوال شما که میگین فوتبال، بخوام در رابطه با فوتبال صحبت بکنیم، فوتبال ما دچار خیلی مشکلات بالاتر از این است، نه فقط مشکلات مالی. مشکلات مالی اگر ندارم پس چرا میان میگن فلان آقا میاد رئیس باشگاه پرسپولیس یا استقلال میشه و میلیارد میلیارد چک مینویسه، حالا این چک یا پاس میشه یا نمیشه، از کجا میاد این پولا؟ اگر دارن پس چرا در جهت درست خرجش نمیکنن؟ چرا باید کیروش بلندش بره تیمو بخواد ببره پرتغال بعد بگه آقا ما پول نداریم پول هتل بدیم؟ مشکلات فوتبال ایران سوای مسائل مالیش عدم برنامه ریزیه، عدم برنامه و پروژه ساختار زیربناییست. کلن در ورزش ما همچین چیزی وجود نداره، فرهنگ ورزش ما دیگه از بین رفته، نابود شده. خب هر چیز، هر کشوری یه فرهنگ داره و هر رشته هنر یه فرهنگ داره برای خودش، فوتبال یه فرهنگ داره. فرهنگ فوتبال ما شده یک فرهنگ پایین تر از آماتور، یه فرهنگ کوچه‌ای، تیغی. فوتبال کوچه‌ای ما میگفتیم، فوتبال تیغی میگفتیم، در صورتی که تو تمام دنیا فوتبال امروز حرفه‌ایه، فر با علم و تخصص که بهش نگاه میشه همونجور استعدادا پرورش پیدا میکنن. و آقای کیروش یا فدراسیون فوتبال دلیلی که نتونستن تا به حال به جایی برسن، حالا این رسیدن به جام جهانی، خب من بازی‌ها رو دونه دونه نشستم دیدم، کیروش همین تعداد بازیکنی داره که تو دستشه. روز اولی هم که اومد رفت گشت میخواست که تیمشو مثل تیم آلمان جوون بکنه، چیزی پیدا نکرد. ستاره ای نداشت، استعدادی در اون حد نداشت که بتونه بیاد در حد تیمای اروپایی بازی بکنه. خب به همین تیمی که داشت، به همین ابزاری که داره اکتفا کرده. بازیایی هم که دیدین که بازی با ازبکستان، توی ازبکستان 6 تا گل باید می‌خوردیم، 1-0 بردیم. با کره حتی آخرین بازی که توی کره ما 1-0 برنده شدیم، شانسی بردیم. واقعیت مسئله اینه که ما با شانس بردیم. حالا رفتیم جام جهانی، خیلی خوب. همه تیم‌ها همونجوری خودتون عنوان کردین، ژاپن، کره، رفتن با تیم‌های که توی جام جهانی می‌خوان بازی بکنن. چقدر از مشکلات این داستان مربوط به تحریم هاست که اینها نمیتونن برنامه‌ریزی برای سفرهای خارجی بکنن؟ چون بحثی هم که در سفر آقای بلاتر مطرح شد که اون کمک فیفا رو حتی نتونستن منتقل بکنن به دلیلی بخشی از این مشکلات تحریم. خب تحریمات سیاسی خب جای خود داره، ولی من فکر میکنم عدم داشتن یک رهبر مقتدر و یک مدیر لایق در سازمان ورزش باعث شده که اینا نتونن ارتباط مستقیم با تیم‌های اروپایی داشته باشن. شما در زمانی که تحریم بود مگه ایران نمی‌رفت توی المپیک؟ مگه ایران جلویش گرفتن که بیا توی بازی مقدمات جام جهانی بازی بکنه؟ مگه جلوی باشگاه ایران گرفتن که توی باشگاه آسیا شرکت کنه؟ نه، کسی نمیتونه بگیره. سازمان ورزش تنها سازمان یا وزارتی که در صورت این همه هم تحریم باشه باز مستقیما میتونه با ارتباطات بین المللیش حفظ بکنه، با فیفا، با کمیته المپیک، با باشگاه‌های دنیا. ولی متاسفانه چون ورزشی نیستن، چون قدرت اجرایی نداره، برنامه نداره، وقت برنامه صحیح نداشته باشه، تخصص کارو نداشته باشه، توان فکریش نداره، دیدگاه اونو نداره، هیچ جهان بینی علمی ورزشی نداره، حرفه‌ای نداره. شما در ورزش، در فوتبال مثل رشته‌های دیگه باید علمشو داشته باشی و تخصصشو داشته باشی و تجربه اجراییشو داشته باشی، ولی متاسفانه افرادی که در رأس کار هستن هیچ کدوم از اینا رو ندارن، واجد شرایط نیستن. خب طبیعیه که نمیتونن برن با باشگاه میلان یا با تیم ملی برزیل یا امثال اون برن صحبت بکنن بیاد براشون بازی مقدماتی جور بکنه. چقدر خیلی کوتاه بفهم، چقدر امیدوارید که ایران و آمریکا بازی دوستانه انجام بدن؟ صحبت زیاد در مورد شده.
حالا صحبت زیاد، صحبت‌ها که خیلی زیاد، من فکر می‌کنم بیشتر همه در همه چیز کل این جریان صلح و اینا که پیش اومده، من فکر می‌کنم بیشتر غلو تا اینکه بخواد به واقعیت چیز بکنه. و اگر بشه که خوبه، بد نیست که بالاخره این ارتباطات باید یه جوری برقرار بشه. حالا ورزش هم یه بخشیشه. بسیار خوب. بخشی از صحبت‌های شهرزاد مظفر سرمربی تیم فوتسال زنان ایران رو با هم بشنویم در مورد مسابقه‌ای که با تیم روسیه داشتن. امروز این بازی مساوی شد ولی این صحبت قبل از این بازی انجام شده. صحبت‌های خانم مظفر رو با هم بشنویم و بحث رو با خانم سلماز شریف دنبال می‌کنیم. درخواست خود روسیه است این بازی، یعنی اونا هر سال در واقع برای تورنمنت روسیه ما رو دعوت میکنن و خودشون هم هر سال میان ایران یه دو تا بازی دوستانه با ما میکنن. متاسفانه خب تاریخ هم خودشون تعیین کردن، البته ما موافقت کردیم برای اینکه فکر کردیم به هر حال بازی کردن با تیم روسیه بهتر از بازی نکردنه، ولی زمانش اصلا برای ما مناسب نیست چون ما تو شرایط آمادگی مطلوبی نیستیم. خانم شریف، آیا تمام اون چه که در مورد ورزش زنان الان صحبت میشه اینا بیشتر نمایش و حفظ ظاهره؟ الان مربی تیم فوتسال زنان هم میگه که ظاهرا این اصلا آماده نیستن، فقط قرار بازی رو انجام بدن برای اینکه روسا برنامه‌ریزی کردن از قبل و این تیم قراره بره جلوی این تیم ظاهر بشه. دقیقاً جایی هم که ورزش زنان داره ازش لطمه می‌خوره همین جا، که بیشتر برای تظاهر هستش، فقط برای اینکه گفته بشه ایران با اینکه کشور مسلمان هست، جمهوری اسلامی بهش حاکمه، خیلی آزاد ورزش زنان، حتی ورزش هم میتونن بکنن و خیلی فعالن، که خب تا جایی تا یه حدی اشکال نداره، یعنی بالاخره واقعیت یه کشور اسلامی هست، جمهوری اسلامی داره، ولی ورزش زنان هم درش انجام میشه با این نرفا، تا اینجای کار درسته. چیزی که به نظر من وقتش رسیده و خیلی هم عقب مونده این که دیگه آماتور نباید باش برخورد بشه، باید به صورت حرفه‌ای برخورد بشه. و این حالا ما همیشه راجع به دولت و عملکردش صحبت میکنیم، ولی واقعیت اینه که من امروز میخوام راجع به خود زنها صحبت بکنم، که اگه زنهای ما میخوان ورزش حرفه‌ای داشته باشن خودشون باید مطالبه بکنن. اول انقلاب هم کسی نیومد دو دستی بهشون ورزش زنان رو حق داره مثلا ورزش زنان رو بده، خودشون جنگیدن و این حق رو گرفتن. حالا هم الان بحث این هستش که خصوصا این ترم که با حمایت جهانی هم پتانسیلش وجود داره و میتونه دریافت بکنه، خودشون باید این حق رو مطالبه بکنن، درخواست بکنن. نکته ای که متاسفانه ورزشکارای زن ما فراموش میکنن این که مجموعه جمهوری اسلامی لطفی به اونها نمیکنه، در واقع داره لطف هم میبره. هر کدوم از این ورزشکارای زن ما که با حجاب، که با سختی هایی که شاید بهش اعتقاد داشته باشن شاید نداشته باشن، اون ورزش رو انجام میدن و ورزش میکنن، اولین کسی که ازش سود میبره دولت ایران هستش، نظام جمهوری اسلامی هستش که در جهان داره اون سود رو میبره. در نتیجه این یه رابطه دو طرف است و به هیچ عنوان به نظر من ورزشکارای زن ما نباید این حس رو داشته باشن که چیزی رو گدایی میکنن و یا لطفی بهشون داده میشه. اونا هم که دارن این لطف رو میکنن که همه چیزایی که وجود داره ادامه میدم به ورزش. خانم شریف، خیلی کوتاه اگه میشه بفرمایید که چقدر سرمایه گذاری که در حوزه ورزش زنان انجام شده، حالا حتی چقدر اندک هست، چقدر تناسب داره با پاسخی که داشته ورزش زنان تو به موفقیتی که پیدا کرده با اون سرمایه گذاری چه تناسبی داره؟ به نظر من رابطه برعکس از اتفاقات، سرمایه گذاری که شده مالی نیست، سرمایه گذاری علاقه زنان هست، وقتی که زنان براش میذارن و اندک مدیران زنی که به این قضیه باور دارن در هر رده ای و همینطور مردان مدیری که بهش باور دارن، ولی سرمایه گذاری از طرف در واقع وقت اونا و انرژی اونا و اگه ما بخوایم میزان دستاوردهای ورزش زنان رو با سرمایه گذاری مالیش در نظر بگیریم، نظر من درست نخواهد. مشکل ورود زنان به ورزشگاه به نظر شما حل خواهد شد به زودی در دوره دولت آقای روحانی؟ والا قولهایش داده شده، امیدوارم این اتفاق هم بیفته. دکتر ولیزاده دبیر کمیته ورزش دولت روحانی هم اعلام کرده که آقای روحانی میخواد این مشکل رو برطرف بکنه، در دیدار با سپلاتر هم گفته شده. چیزی که من یه خورده نگرانشم این که آقای احمدی نژاد هم در دوره اول ریاست جمهوریش این رو انتخاب اعلام کرد که میخواد این مشکل رو برطرف بکنه و کلی هم در واقع رابطونی مثبت برای خودش دریافت کرد، ولی فشار از
مراجع مذهبی بودش که نداشتش. باز هم این اگه فشار دو جانبه از داخل ایران، چه مردا چه زنها، حالا اگه مردان ایرانی استادیوم ورزشی نرن فکر نکنم چیز خاصی رو از دست میدن، ولی این فشار اگه از طرف اونا باشه که بگن تا برابر نیست ما نمیدیم، از طرف زنا باشه که به کمپیناشون به اعتراضاشون ادامه بدن و درخواستی که از اونا برای فیفا میکنن و فشاری که فیفا براشون بیاره، چون این ترم باز هم تاکید میکنم نکته بسیار مهم هستش، این ترم دولت، این دوره دولت روحانی بسیار به روابط جهانیش متمرکز هست، این دوره بسیار برای بحث ورزش زنان های اهمیته و میشه گفت، البته حالا من اینجا یه خبر هم اعلام بکنم، همونطور که میدونین من اولین هفته نامی ورزش زنان در ایران رو پایه‌گذاری کردم، شیر زنان رو به مدت 2 سال فعالیت داشت و با جنبش ثبت متوقف شد چون شرایط داخل ایران اینقدر بسته بود که فرصت این نمیشه. تا ماه مارچ آینده که ماه زنان هستش، شیر زنان به صورت جهانی و با تمرکز بر ورزش زن بر ورزش زنان کشورهای مسلمان منتشر خواهد شد و یکی از دلایلش هم همینه، از طریق از جاهای مختلفی در منطقه خاورمیانه و به صورت جهانی این فرصت وجود داره که بشه به صورت معقول راجع به ورزش زنان صحبت کرد و چقدر تاثیرگذار هستش. ما همیشه در طول تاریخ شاهد بودیم که ورزش چقدر در مسائل اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار بوده، ورزش زنان هم همین هستش. به شخص اعتقاد دارم دوره جدیدی از مطالبات زنان هست به طور کلی که باید همه فعالین زن روش تمرکز بکنن. به شخصه من علاقه و توجه هم به مسائل زنان هست و از اونجایی که معتقدم ورزش زنان بسیار کمک میکنه و متاسفانه کسی دیگه نیستش که این مسئله رو پیگیری بکنه، من در واقع هی میچرخم دوباره به ورزش زنان. امیدواریم که در این تلاشی هم که برای شیر زنان گلوبال میکنید مثل تلاشی قبلیتون موفق باشید. فرصت خیلی کوتاهی دارید آقای برمزید، مطلب اگه میخواید بگید که من باقی رهبری هم در چند دقیقه باقی مونده. نه، در رابطه با همین مسئله ورزش زنان در ایران، در کشورهای دیگه، کشور اروپا، در همین آمریکا، وقتی که ما اومدیم آکادمی میلان رو راه بندازیم، گفتن که به شرط شما میتونید این کارو بکنید که هر برنامه و پروژه برای مردا، برای پسرا دارین، باید برای دختران داشته باشیم، همزمان باید اجرا بشه. خب حق حقوق بانوان در اینجا چی شده؟ رعایت شده. ولی در بانوان در کشور ما فرهنگ ورزش درشون کشتن، از بین بردن، نابود شده. خب در فقط من میتونم بگم که یک بار این حقوق زنا بهشون داده شده و اون یک مرتبه که میان برای انتخابات رأی میدن، رأیشون یکی حساب میشه، بعد از اون دیگه هیچ ول میشن و هیچ حقوقی در جامعه، نه فقط ورزش، ورزش که جای خودش داره. حالا ای کاش این وزیر ورزش برنامه‌ریزی خیلی وسیع برای ورزش زنان، فرهنگ ورزش زنان ارائه میداد، چون ورزش در جامعه مخصوصا زنان باعث بالا بردن روحیه و روحی روانی و چیزای جنسی فیزیکی اونا خواهد بود. ای کاش میشد این کارو براشون انجام بدن. با خانم شریف قبل از برنامه صحبت میکردیم، گفتم آیا واقعا زنان در حوزه مثلا کشتی و وزنه برداری هم فعال بودن؟ ایشون گفتن بله فعال بودن، ولی خب امروزها شاید کمتر اخبارش انعکاس پیدا میکنه. آقای رهبری، فرصت کوتاهی داریم به پایان برنامه، اگه مطلبی در مورد چی گفته شد دارید بفرمایید. و من یه پرسشی دارم با توجه به سابقه اینکه خود شما کار رسانه‌ای میکردید، رقص نقش رسانه‌های حالا گفتاری شنیداری اینها در این حوزه، در این چالش‌هایی که ما الان از ابتدای برنامه صحبت کردیم چه هست؟ بحث زیادی شده که رسانه‌ها به دلایلی مثلا میان پشت آقای گودرزی میستن، یا فلان وزیر یا فلان رئیس فدراسیون رو ازش حمایت میکنن یا ردش میکنن. نقش اونها رو چقدر سازنده میبینید در این چند سال گذشته و در این شرایطی که پیش رو داریم؟ بله، خدمتتون عرض کنم، نکته خیلی ظریفی بود به نظر من اشاره به این موضوع. رسانه در ایران به 2 شکل هست. متاسفانه همکاران ما در بخش‌های مختلف، مشاورین و عضو کمیته‌های رسانه‌ای فدراسیون‌ها و رئیس فدراسیون‌ها میشن و همین باعث شده که واقعیت‌های ورزش رو در اون رسانه، در اون بحث خبری گنجانده نشه و اون واقعیت‌ها پنهان بشه. یه بحث دیگه‌ای که وجود داره در سطح وزارت ورزش و جوانان هست که خب قطعاً کسی که به عنوان مدیر کل حوزه رسانه‌ای وزیر انتخاب میشه، برای خودش یه کمیته رسانه‌ای داره که شکل گرفته از مدیران شبکه‌های مختلف و مدیر
مدیران گروه رادیوهای مختلف ورزشی و همچنین از روزنامه‌های نوشتاری هست که این کارگروه صیغل میدن هدف‌ها رو جمع‌بندی می‌کنن که به ورزش ما کمک بکنن، در صورتی که باعث میشه که اندک خبرنگارانی در ایران وجود داشته باشن، مثلا کسایی مثل آقای عادل فردوسی پور مثلا برای چی به تنهایی در سطح ورزش به این صورت میدرخشه؟ به علت اینکه خب ما خبرنگارها وابسته میشیم و وقتی وابسته میشیم از اون نگاه رسانه اصلی خارج میشیم و نقدهایی که باید کارشناسی بشیم نداریم. اما میخوام یه جنبندی کوتاهی داشته باشم. آقای رهبری متاسفانه وقتمون رو پایان، امیدوارم فرصت داشته باشیم، حتما از شما دعوت خواهیم کرد در این حوزه با هم دیگر صحبت خواهیم کرد. میدونم مطالب زیادی دارید برای گفتن و طرح با بینندگان ما. این رو اشاره بکنم خیلی کوتاه که سپاسگزارم از خانم سلماز شریف و آقای محمود ابراهیم‌زاده برای شرکتون در این برنامه. آقای عادل فردوسی پور ازشون صحبت شد، ازشون دعوت شده برای بررسی فساد در ورزش که به مجلس برن. تا افق چهارشنبه.